بانم حالا سلام بر شما به برنامه تحول خوش آمدید. امریکا از احتمال حمله داعش به خارج از مرزهای افغانستان ابراز نگرانی کرده است. معاون فرستادی ویژه امریکا در ائتلاف جهانی مبارزه با داعش میگوید که کاخ سفید نگران حمله شاخی خراسان داعش به بیرون از مرزهای افغانستان است. ایان مکاری افزوده که کانال ارتباطی امریکا با حاکمان افغانستان برای مبارزه با داعش باز است و در این مورد گفتگوهای منظمی با دولت سرپرست ادامه دارد. اما امارت اسلامی میگوید که داعش در افغانستان سرکوب شده است و توانایی حمله به شهروندان کشور و از افغانستان به دیگر کشورها را ندارد. در همین مورد همکارم صدف یارمل یک گزارش تهیه کرده. بعد از دیدن گزارش با مهمانان گفتگو میکنیم. امریکا از احتمال حمله داعش به خارج از مرزهای افغانستان نگرانی کرده است. معاون فرستادی ویژه امریکا در نشست ائتلاف جهانی مبارزه با داعش در لندن میگوید که فعالیت شاخه خراسان داعش به بیرون از مرزهای افغانستان واشنگتن را به شدت نگران کرده است. ایان مکاری می افزاید که واشنگتن فعالیت داعش را زیر نظر دارد. او تصریح کرده که کانال ارتباطی امریکا با حاکمان افغانستان برای مبارزه با داعش باز است و در این مورد گفتگوهای منظمی با حکومت سرپرست افغانستان ادامه دارد. امریکا به شدت نگران فعالیت شاخه خراسان داعش به بیرون از مرزهای افغانستان است. واشنگتن فعالیت داعش را زیر نظر دارد. کانال ارتباطی واشنگتن با طالبان برای مبارزه با داعش باز است و در این مورد گفتگوهای منظم با حاکمان کنونی افغانستان ادامه دارد. این مقام امریکایی که از آگوست سال 2021 تا آگوست سال 2022 کاردار ماموریت دیپلماتیک امریکا برای افغانستان در دوحه بود، تصریح کرده که هدف از نشست دو روزه ائتلاف جهانی برای شکست داعش در لندن مقابله با تبلیغات داعش و استخدام افراد آسیب پذیر توسط این گروه است. اما امارت اسلامی میگوید که داعش در افغانستان سرکوب شده است و توانایی حمله به شهروندان کشور و از افغانستان به دیگر کشورها را ندارد. په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه لمنځه تللې دي. د افغانستان اسلامي امارت توانېدلې چې دغه ډله وځپي او د داعش په دیده نور په افغانستان کې د ورکېدو په حال کې ده. نو داسې مخ پر زوال په دیده نس کولای چې د افغانستان د وګړو لپاره او افغانستان د باندې د نورو هیوادونو لپاره د تهدید او خطر واوسي. این در حالی است که کشورهای منطقه و جهان همواره نسبت به حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان به ویژه داعش ابراز نگرانی می‌کنند. پیشتر مسئولان بخش مبارزه با تروریسم ملل متحد گفته بودند که هرچند حکومت سرپرست افغانستان به منظور سرکوب داعش دستاوردهایی داشته، اما حمله‌های این گروه هنوز تهدید جدی برای منطقه و جهان است و ممکن است این حمله‌ها در بیرون از افغانستان نیز انجام شوند. گرچه به اساس ادعاهای مکرر مقامات مسئول در حکومت سرپرست فعلی افغانستان داعش در کشور ما سرنگون شده و دیگر توانایی انجام عملیات‌های تروریستی در داخل افغانستان ندارد، اما این گروه های تروریستی زیر هر نامی که در منطقه فعالیت دارند در تلاش گسترش نفوذ خود در کشورهای منطقه شریک افغانستان هستند تا به اهداف تروریستی خود برسند. بنابراین این موضوع باعث نگرانی مقامات جهانی و جمهوری متحده آمریکا گردیده است. ائتلاف جهانی برای شکست داعش در سال 2014 تشکیل شد و 87 عضو دارد. این ائتلاف میگوید بخشی از وظایفش مبارزه با داعش شاخه خراسان در افغانستان است. باز هم خوش آمدید. در این مورد با مهمانانم آقای فضل رحمان اوریا، آگاه سیاسی که اینجا در استودیو با ماست، آقای محمد متین محمد خیل، آگاه نظامی تا لحظات دیگر در استودیو با ما خواهند پیوست. آقای عبدالصمد صمدی آگاه روابط بین الملل از آلمان روی خط با ماست. مهمانان را به بس خوش آمدید میگم. اوریا صاحب اجازه بدید بس را با شما آغاز بکنیم. شاخه خراسان داعش کی هست، چگونه یک گروه هست و چرا آمریکا نگران است؟ تشکر. سلام بر شما، سلام بر جناب صمدی صاحب، بینندگان و شنوندگان نهایت عزیز و ارجمند. درود بر شما. با مجردی که میگیم شاخه خراسان داعش یک جغرافیه را احتوا میکنه، بله، که این جغرافیه تنها افغانستان نیست که میگیم شاخه خراسان یعنی افغانستان، یعنی ایران، یعنی ازبکستان، یعنی تاجیکستان، یعنی پاکستان، یعنی هندوستان. این همه جغرافیه یک ولایت داعش است و در یک شک ما هم نمیبینیم که در ولایت خراسان داعش وجود داره.
که در این جغرافیا یا در این عرصه افغانستان شامل نیست. مثلا پاکستان بخش از ولایت خراسان داعش هستند، در اونجا ترن میشه، تربیه میشه، گزارشات آخری که درست نشر شده بسیار تکان دهنده است. ولی امریکا یک چیز دیگر میگه. اوریا صاحب معفو میخوام، حرف شما رو قطع کردم. معاون فرستاده ویژه امریکا در ائتلاف جهانی مبارزه با داعش، اونا میگن که ما نگران هستیم که داعش توانایی حمله بیرون از مرزهای افغانستان را داشته باشه. ما شک میبینیم که امریکا نگران باشه، نگرانی نداره. اگر بگویم که در اینجا خارج از مرزها حمله میکنه، کیست؟ ایران است، روسیه است، چین است و کشورهای اقماری روسیه و چین هستند. ایران و امریکا امروز به شکل بسیار شدیدش در تمام جبهات خاورمیانه و آفریقا در حالت جنگ است، به شیوه ها و اشکال مختلف. امریکا بدش نمیه که برای داعش در ایران انفجارات انجام بده، خوش میشه. یا روسیه با امریکا در حال جنگ هستند، با انواع مختلف، با شیوه های مختلف. ما فکر میکنیم که اگر داعش برای در روسیه انفجارات را انجام بده، خوش امریکا میه. اما بابی ترتیب در چین، پس این که میگه ما نگران هستیم، این دروغ محض است. قطعا نگرانی نداره، بلکه خوش هم میشه. دوم، این نوع تبلیغات چرا باید خوش شد آقای اوریا؟ بخاطر که این کشورها مرز کردیم با هم در تخاصم و دشمنی قرار داره و میال در نبرد هستند. ایران ببینید، در سوریه برزده امریکا، در لبنان برزده امریکا، در فلسطین برزده امریکا، در عراق بزده امریکا، در یمن بزده امریکا، در اوکراین بزده امریکا، میال جنگ داره. در کشورهای افریقایی به می ترتیب، روسیه هم به می ترتیب. حال اگر امریکا بتونه که در داخل ایران انفجاراتی داشته باشه، روسیه انفجاراتی داشته باشه، خوش میشه. پس این نگرانی نیست. ما فکر میکنیم این نوع تبلیغاتی است که برای بزرگنمایی داعش و ایجاد فضای حراس برای کشورهای همسایه افغانستان و منطقه که اونا در تخاصم و دشمنی با امریکا قرار داره و اونا هستن. اما میایم سر افغانستان، داعش او طرف خط پرزی دیورن وجود داره در پاکستان، منظورت در پاکستان؟ بله. و داعش گاه ناگاه توسط استخبارات منطقه داخل افغانستان میشه و اینجا اعمالی را علیه مردم افغانستان و علیه منافع کشورهای چین، روسیه و ایران انجام میده و در نتیجه از بین میره. و داعش در افغانستان به کلی سرکوب شده، منهدم شده، مگر به شکل استخباراتیش حتما در افغانستان حضور داره که امون شکل استخباراتیش مدیریت و سازماندهی میشه از آن طرف مرزا. باز تاکیدن عرض میکنیم، یک، اهدافش علیه حکومت افغانستان، دوم، منافع روسیه، چین و ایران در اینجا اعمال را انجام داده و بعدا هم اگر توانمندی پیدا کنه انجام میده، مگر به شکل علنی کدام جغرافیا داشته باشه، در افغانستان نیست، اما در پاکستان هست، در تاجیکستان هست و شاید در کشورهای دیگه هم وجود داشته باشه. درست. ولی ایان مکاری، مسئول ائتلاف جهانی مبارزه با داعش، اونا گفتن که با حاکمان فعلی افغانستان در ارتباط است و در این مورد گفتگوهای منظم هم جریان داره. ببینید، در بدترین شرایط کانال‌های استخباراتی و کانال‌های ویژه بین همه کشورها باز است. امیال روسیه و ایران است، با امریکا در نبرد هست، مگر کانال‌های ویژه‌شان باز است. چند وقت پیشتر که داعش انفجاراتی در ایران انجام داده بود، اونجا هم از طریق همو کانال ویژه امریکا اعلان کرد که ما با ایرانی ها گشزد کرده بودیم. بله. و این معمول است در جهان که کانال های ویژه در تماس می باشه و جایی که با افغانستان ارتباط داره. ما فکر میکنیم افغانستان با همه کشورهای غربی روابط دیپلماتیک داره، نشست و برخاست دیپلماتیک داره و از کانال های مختلف همی روابط دنبال میشه و دنبال شده. تشکر آقای اوریا. آقای صمدی، شما را هم خوش آمدید میگم به برنامه.
آیا آمریکا از داعش خراسان در افغانستان یا شاخه خراسان و داعش در افغانستان بزرگنمایی میکنه و هدف از بزرگنمایی چی از در افغانستان؟ عرض ادب و سلام به شما سخی‌زاده صاحب، اوریا صاحب بزرگوار، بیننده های عزیز. من نظر در بعض قسمت ها با اوریا صاحب موافق هستم و در بعض قسمت ها میخواهیم که نظر خودم ارائه بکنم. فکر نکنم که این چیز باشه که بزرگنمایی شوه. من یک موضوع را پیش از این که در این مورد بگویم میخواهم خدمت شما برد برسانم که فعلا استخبارات در همین مکاتب استخبارات یک چیز نو به وجود آمده به عوض جنگ های اوپراتیفی یا عملیات های اوپراتیفی که قبلا صورت می گرفت، حالا اینا از جنگ های غیر مستقیم نیابتی استفاده می کنند. مثلا طور مثال همین فعلا اوریا صاحب هم ذکر کردن که ایران با امریکا هم در اسرائیل و هم در یمن و در جنگ هستند، اما به قسم مستقیم نیستند، به قسم غیر مستقیم هستند. به چی معنا؟ به اوسی ها را حماس یا را کلش ایران تقویه میکنه، کمک میکنه، اما ایالات متحده امریکا و متحدینش گفته نمیتونه که مستقیم ایران دخیل در جنگ است. درست است نه؟ به می قسمت ما میشه که براتون بگویم بعضی از کشورها یا استخباراتهای بزرگ دنیا به خاطر برآورده ساختن مقاصد اوپراتیفیشان از سازمانهایی مثل داعش، مثل القاعده استفاده ابزاری میکنن تا حضور خودم در منطقه نشان بتن، به قسم غیر مستقیم کشورهایی را که بخواین زیر فشار قرار بتن و همچنان فیزیکی حضور ندارن اما به تمام مانا کنترل منطقه زیر دستشان است. این گپ ما فعلا برای شما میشه که بگویم که در افغانستان این گپ است، این قصه است که افغانستان این فعلا به قسم ابزاری و جنگ های نیابتی استخباراتی علیه کشورهای منطقه استفاده میشه. درست. یک قسمت را قوی اوریا میگن که اگر داعش در افغانستان می بود یا به نحوی اگر نگرانی وجود می داشت که داعش از افغانستان به بیرون از مرزهای افغانستان حمله میکنه، به نفع آمریکا بود یا آمریکا به نحوی خوشحال می شد؟ من عرض کردم که در بعض نقاط هست که کشورها حضور غیر مستقیم دارن و فعلا هم یک چیز واضح است که ارتباطات غیر مستقیمی که در منطقه وجود داره به خاطر برآورده ساختن منافع کشورهای زیردخل در منطقه هستند. این زیادتر ایرمی بودن داعش که اکثر انال تبلیغات میکنن که داعش خراسان در افغانستان است یا در پاکستان است یا در ایران تاجکستان است، ایرمی کشورهای ما شما چون کشورهای عقب مانده هستیم، انکشاف نکرده هستیم، با استفاده از این وضعیت اقتصادی و ناامنی هایی که در این مناطق وجود داره استفاده میشه. این همشون اون بازی های بزرگ هست که کشورهای بزرگ، اگر اشتباه نکنم شما میگین آمریکا با مطرح کردن این موارد بحث داعش حضور خود را نشان میده بر روس، چین، کشورهای مثل پاکستان، ایران که ما هستیم در افغانستان. درست؟ ببینید این موازی براتون تشریح کردم که کشورها به خاطر برآورده ساختن منافعشان در مناطق مختلف، در خصوصا در مناطقی که از نگاه استراتژیک برشان بسیار مهم است و حضور فیزیکی داشته نمیتونن و مثلا امریکا هیچ وقت با چین نمیخواد که روبرو جنگ کنه یا با روسیه و دیگه جنگ سوم جهانی میشه، اما بعض اوقات مثلا فعلا در اوکراین جنگ بسیار شدید جریان داره، مستقیم غرب با روسیه جنگ میکنه، یعنی غیر مستقیم، اما با قسم مستقیم سلاح پول همش از اونجا میره. تشکر آقای صمدی. وقفه کوتاه. با ادامه برنامه باسم خوش آمدید. آقای خلیل احمد نادم، آگاه روابط بین الملل، هم چنان از طریق خط اسکای با ما وصل است. نادم صاحب شما را هم خوش آمدید میگم. اجازه بدید از شما در این مورد سوال داشته باشم. چی میدانین از شاخه خراسان داعش در افغانستان؟
سلام به شما جناب سخی‌زاده صاحب، میمان برنامه و یا میمانای برنامه و همکارایتان و بیننده های عزیز تلویزیون آریانا نیوز. خدمت برز برسانم که در زمان جنگ علیه شوروی سابق که مداخل نظامی شوروی به خاک افغانستان بود و بسیاری بود اشغال میدانند، خب به هر صورت در اون زمان تماما تروریست های جهان و کسایی که خواهان به اصطلاح جهاد بود به نام تحت نام جهاد، اینا رو به داخل پاکستان وارد کردن و از اونجا در کمپا ترنینگ دادن و علیه دولت وقت افغانستان اینا رو گسیل ساختن و بالاخره منجر به بربدی افغانستان شد. داعش و القاعده و حزب التحریر و دیگه احزابی که شما ببینین، کلش اینا از یک کاسه نان میخورن، اینا از یک جای آب میخورن، کلشان یک مسئله است. شما چنانچه اظهارات هیلری کلینتون شنیدین که ادعا کرد که خودش در کلیپایش هست میگه که داعش را امریکا ساخته، یعنی حالی هم مسئله را شما یک منتظر یک حادثه باشید. اما تو که حتی ترامپ گفت که مسئله 11 سپتامبر یک مسئله ساختگی بود و ای اصلا اتفاق به وسیله کس اتفاق نفتاده و ای را به خاطر اهدافی که در پسان داشت ایره به امریکا استخباراتش انجام داد. و حالی هم شما منتظر باشین پیش از اینکه یک حادثه اتفاق بفته اعضای استخبارات پاکستان یا شخصیت های امریکا میبخشین اینا میگن که داعش قوی شده و ممکن دست به چنان عملیات رو بزنه، یعنی پیش از اینکه یک مسئله ساختگی رو استخبارات امریکا انجام بده ایره پیش از پیش در میدیا مندازن و بعد از اون بهانه جور میشه به خاطر عملکرد بعدی که باز امریکا چی میکنه. چنانچه مسئله 11 سپتامبر باعث شد که امریکا نه تنها که به افغانستان بلکه به عراق هم حمله کرد و به هر طرف نیروهای نظامی خود ارسال کرد و شما دیدین که عراق مکمل چور کردن، تمام منابع، تمام موزیمایشان، پولایی که داشتن همه رو بردن، تلشان دوامدار تا مدتی که در عراق بودن بردن و همین ترتیب افغانستان مرکز تولید مواد مخدره ساختن و سال 600 میلیارد دلار از درک مواد مخدره اینا مفاد بردن و توسط تیارا مواد مخدره انتقال دادن. حالی هم که مسئله داعش بالا میکنن، باور بکنن که یک گپ هست داعش، اینا کلش یک استن. مثلا چطور میتونه شده که تماما چک پوینت ها پر از طالب ساده باشه، مرزا بسته باشه، این داعش از کجا میاد که عمل انتحاری را انجام بده؟ غیر از این که مثلا ستون پنجمی در داخل نظام باشه، چنانچه در دوره جمهوریت شما شاهد هستیم که عملیات انتحاری انجام میشد و در موتورهای شیشه سیاه خود دولتی انتقال میشد و این کار انجام میشد. حالی هم من فکر کنم که فقط به خاطر یک حربه فشار امریکا کشورها را میترسانه که چطور بتانه دوباره حضور نظامی خود در منطقه داشته باشه، چنانچه در قرارداد دوه هم یک بخشش همی بود که حضور استخبارات امریکا به خاطر نظارت از گروه های تروریستی یعنی حق به خود محفوظ مانده که در افغانستان حضور استخباراتی داشته باشه. درست دو روایت شد، یکی روایت آقای اوریا، یکم روایت آقای صمدی در مورد داعش. آقای اوریا به این باور است که گزارش دروغ است، آمریکا به نحوی بزرگنمایی میکنه. آقای صمدی میگن که یک قسمتی از واقعیت داره، چون آمریکا به نحوی بر رقیباش هشدار میده که میبینن، میشنون، حضور دارن، فعالیت دارن و به نحوی هشدار است بر رقیباش مثل روسیه و چین. اینا اگر اشتباه نکنم، روایت شما چی است؟ اگر بیایم مشخصا روی داعش صحبت بکنیم، داعش نیست در افغانستان یا هست توان فعالیت نداره؟ چه رقم؟ داعش هست در افغانستان، حتی در زمان جمهوریت در ولسوالی بالامرغاب بادغیس حتی بندی ها بود داعش و یا قسم میکنن قومای ما که در اونجا هسته که اینا به اندازه جیبایشان پر از دلار بود که به هر طرف توزیع میکردن و موجود بودن و اینا خود از افغانستان نبرامدن، کجا رفتن اینا؟ اینا موجود هستن و دیگه که اینا مالی که مناسبات بین پاکستان و افغانستان خرابه است و مسئله خط دیورن مطرح است، این یک وسیله فشار علیه دولت کنونی یا دولت سرپرست از طرف پاکستان و امریکا است. اینا به اصطلاح اگر اینا به اصطلاح
سر خود مستقل نشان بدن یا خود به اصطلاح به خواستای پاکستان و امریکا تمکین نکنن، فقط نشان میدن که این هست. مثل که ما شما دیدیم که مجاهدین آمد در افغانستان، بالاخره قدرت گرفت، او را به جنگ انداختن، بالاخره کابل به ویرانه تبدیل شد و باز او را تضعیف ساختن، باز طالبا به وجود آمد، بالاخره به وسیله طالبا او را زدن. باز پس که منافع امریکا در روی صورت تامین نشد، دیدیم که مسئله 11 سپتامبر شد و حمله کردن به افغانستان و به یک بار طالبا را از داخل افغانستان گم کردن. حالی که منافعشان ایجاد میکنه که چی تو بتانن کشورهای آسیای میانه را ناهم بسازن یا یک وسیله فشار افغانستان میانیست تخته فیض علی چین باشه، این حال باز مسئله داعش را بالا میکنن و باز به خاطر تضعیف طالبا این کار میکنن. و من همیشه به پیشنهاد میز که طالبا باید قدم های بسیار خوب بردارن، برای که وضعیت خیلی حساس است، به خاطر حساسیت وضعیت طالبا باید قدم های رو بردارن که مردم افغانستان از خود ناراض نسازن، خواستای به خواستای مردم افغانستان تبکین کنن، دروازه های مکتبا رو وا کنن، پانتونا رو وا کنن، حق کار بدن، آزادی بیان و مشکل که از باید بدن، با جامعه جهانی تعامل صورت بگیره که این وضعیت برای مردم افغانستان تشکر. قابل قبول نیست و 90 و 95% یا 97% مردم افغانستان زیر خط فقر است. چنانچه من خودم به دسامبر به ولایت بادغیس رفتم، وضعیت مردم از نظر چیز فقر بسیار خراب است و این باید متوجه باشن که اگر فاصله بین مردم و حکومت ایجاد شد، اینا به اصطلاح منجر به سقوط خواهد بود. ولی من میگم که انمی چانس طلایی که یک امنیت فیزیکی در افغانستان مساعد است و روزانه 300 نفر کشته نمیشه، بلان طالبا کار نکنن که خدای ناخواسته وضعیت از کنترل بیرشه. تشکر آقای نادم، سپاسگزار. اوریا صاحب، زمانی که امارات اسلامی بر بار دوم به قدرت رسید، ما تا حال که 2 سال و 6 ماه یا 2 سال و 7 ماه میگذره کماکان، شاهد یک سلسله حملات بودیم که حضور داعش را در افغانستان مسترد می‌سازد، در مساجد، در اماکن، در جاهای کلیدی حکومتی 3-4 بار حمله شد. آیا در این قسمت مبارزه شده؟ امارات اسلامی تانسته که تا حال مبارزه جدی بکنه و توان حمله از داعش را بگیره؟ تشکر. سوال زیبایی است. نخست باید عرض بکنیم که قدرت های بزرگ دنیا که مجهز به سلاح اتمی هستند تلاش میکنه مستقیم با یکی دیگر جنگ نکنه، مگر به شکل غیر مستقیم به 3 شیوه توسط 3 نیرو با هم در حال جنگ هستند. مثلا امریکا با روسیه مستقیما جنگ نمیکنه، مگر توسط اوکراین جنگ میکنه، یعنی توسط یک کشور سومی جنگ میکنه. یا ایران بر ضد امریکا مستقیما جنگ نمیکنه، اما توسط یمن مستقیما با امریکا، اون یمن مستقیما با امریکا جنگ میکنه. کاتگوری دومش بازیگران نیمه دولتی است، مثل بلاک واتر امریکا یا واگنر روسیه. اینا بازیگران نیمه دولتی هستند به خاطر تحقق اهداف ابر قدرت ها در کشورهای مختلف دنیا. اینا به شیوه ها و اشکال مختلف جنگ میکنه، کودتا میکنه، ترور میکنه، انفجار میکنه. کاتگوری سوم گروه ها کاملا بازیگرای غیر دولتی هستن که توسط ابرقدرت ها ایجاد میشه و به خاطر منافع اونا گام بر میداره. یکی از بازیگران غیر دولتی که توسط ابرقدرت دنیا به نام غرب ایجاد شده داعش است. داعش اولین بار علیه روسیه و ایران در خاورمیانه استقبال کردن، علیه بشار اسد و دیگرها، و اونجا سالها جنگیدن و همی کشورها کاملا تقریبا در وقت با مخروبه تبدیل شدن. اما در سال 2014 داعش آوردن در اورگزه ایجنسی پاکستان جابجا کردن، یک. دوم، شاخی دیگی آوردن در کابل جابجا کردن، در میمانخانه های جمهوریه، در قطعات جمهوریه، در پولیچرخی، در خورد کابل، در اینجا جابجا شدن. و اینجا هدفشی بوده که توسط داعش علیه طالبا باید اینا جنگ آغاز بکنه و همی بود که اینا شدیدترین جنگ ها را علیه عبارت اسلامی شروع کردن، نخست در جلال آباد و کنر. و اینا دو وقت تانستن 5-6 ولسوالی را در جلال آباد بگیره و در ولسوالی آچین به اصطلاح خلافت خود اینا ایجاد کردن و این هم تحت حمایت حکومت افغانستان، تحت حمایت جمهوریت
و تحت حمایت امریکا قرار داشتن و او طرف تحت حمایت آیسای قرار داشتن که از ارگزه ایجنسی منظمن افراد و اشخاص می آمدن بنام داعش و در اینجا مردم افغانستان قتل عام می کردن. اما زمان و شرایط قسم می آمدن که طالبات توانستن تمام ولسوالی ها را از داعش در ولایت ننگرهار و کنر پس بگیره و خلافت اینا را از بین ببره و در سمت شمال هم بدرزاب و بعدا جوزجان ما شما دیدیم. بله. پس اینجا داعش نیروی ضربتی جمهوریت بود، نیروی ضربتی امریکا بود علیه طالبا. اما پس از اینکه جمهوریت سقوط میکند و امریکا از افغانستان خارج میشه، بقایای داعش در افغانستان حضور داشت و قسمت زیادی از یا فرار میکنه با لانه های اولی خود در پاکستان. خب در طول دو نیم سال گذشته حکومت افغانستان به شکل قاطع ضربات کوبنده، خرد کننده و نابود کننده را علیه داعش انجام داده و جهان به این معتقد است، چی شرق و چی غرب، که اراده قوی و اجتناب‌پذیر حکومت افغانستان در مبارزه علیه داعش وجود داره. ای به این شرق معتقد است، غرب معتقد است که حکومت افغانستان با داعش جنگ اجتناب‌پذیر میکنه و با تمام قوت بخواه اون را منهدم بکنه. فقط یک لحظه اگر اجازه بدیم، چون در پشت سر داعش یک ابرقدرت غربی وجود داره، امریکاست و در اینجا منافع بایی که منافع افغانستان منهدم میکند، حکومت افغانستان تضعیف میکنه، منافع کشورهای منطقه را مثل ایران، روسیه و چین هم میخواه تهدید بکنه و تهدید کرده و ضربات زده. پس نیاز بر این است که یک هماهنگی های خوبی با حکومت افغانستان اینا باید ایجاد بکنه، امکانات باید در اختیار حکومت افغانستان قرار بده تا یک مبارزه موثر علیه داعش در این منطقه صورت گرفته باشه. تشکر. تشکر اوریاسه. وقفه کوتاه. با ادامه برنامه تحول بازم خوش آمدید. صمدی صاحب، میپذیرین که داعش نیروی ضربتی جمهوریت بود؟ نه خیر. چرا؟ به خاطر اینکه بزرگترین ضربه ای را که داعش دید در زمان جمهوریت، در چندین عملیات من خودم شخصا شاهد هستم، در زمانی که در قدرت دولتی افغانستان شریک بودم در 2014، بزرگترین ضربات را که داعش از طرف دولت افغانستان خورد در شمال افغانستان بود، در اچین بود که دولت افغانستان بود که اونا ضربه زدن و نمیخواستن که یک جبهه دیگه مثل طالب علیه حکومت سر بلند کنه. درست. ولی باورها بایی از زمان که امارت اسلامی آن زمان در ولسوالی ها و ولایت ها با داعش می جنگید، تیاره های جمهوریت می رفت و اونا را نجات می داد. یک نمونش جنگ طالبان در درزاب با داعش بود. زمانی که داعش در محاصره بود، چرخبال ها رفتن، داعش را از دست امارت اسلامی در درزاب نجات داد، به کابل انتقالش دادن. من شخصا از این موضوع اطلاع ندارم. درست. آیا داعش یک چالش میدونین برای امارت اسلامی در حال حاضر یا برای آینده؟ ببخشید نفهمیدم سوال. آیا داعش را یک چالش میدونین برای امارت اسلامی یا برای افغانستان؟ داعش یک چالش بسیار بزرگ برای مردم افغانستان است، به خاطر از اینکه ما را یک بار دیگر به جنگ داخلی میکشانه و بی‌نظمی های بسیار بزرگ و نارامی ها و ناامنیتی های بزرگ به مردم افغانستان پیشکش میکنه. برای امارت اسلامی یک بخشش که امرای داعش همکاری دارن، چرا بدون همکاری از اونا هرگز نمیتونن با این قیودات که امارت طالبانی در افغانستان داره، داعش چطور میتونه که عملیات های را در شهر کابل انجام بده، یعنی انفجار بده. ما شما شاهد انفجارات در غرب کابل بودیم، هموطنهای ما رو اونجا بسیار به شهادت رساندن. یعنی برای یک قسمت کوچکی از اینا
قابل همکار هستن و همکاری میکنن، اما برای مردم افغانستان یک چالش بزرگ میارن. افغانستان باز به یک سوی ناامنی بزرگ میبرن، به یک جنگ افغانستان شامل یک جنگ دیگه بین کشورها و بین دو قدرت بزرگ یا قدرت‌های بزرگ جهانی میسازه که متاسفانه در این قسمت در افغانستان ما یک پرابلم بسیار کلان داریم. در زمانی که منافع ملی افغانستان در خطر باشه، احزاب سیاسی افغانستان فقط توجه به جهات دیدگاه های خود میکنن، یعنی همشان متحد نمیشن، همشان یک جا نمیشن، به خاطر منافع ملی یک تصمیم قوی نمیگیرن. اما متاسفانه اینمی یک حالت در پیش روی داریم، چنان که آقای نادم هم گفتن ما شما منتظر یک ارمغان بزرگ دیگه خود بودیم که باز هم به افغانستان به یک مرحله جدید سیاسی نظامی خود کشانیده شد. درست، ولی امارات اسلامی گفته که با داعش مبارزه صورت گرفته و چنان داعش را ناتوان ساختن که توان حمله به مردم افغانستان را هم نداره، توان حمله به بیرون از مرزهای افغانستان را هم نداره. میپذیرین؟ نه خیر، به هیچ صورت ما ایران میپذیرون، به خاطر از اینکه خب عملا عملیات های داعش در افغانستان، در کابل، شما دیدین که تا به سطح والیشان کشتن، در بدخشان معاون والیشان کشتن. پس اینا کی هستن؟ اگر اینا داعش نیستن، چرا امارات طالبانی گفتن که اینا داعش بودن؟ اگر حضور دارن، چرا اینا تکذیب میکنن که حضور ندارن؟ اگر حضور ندارن، پس اینا کی بودن؟ دهی قسمت ای که چرا طالبا میگن که داعش حضور نداره، ای فقط اونمو ببینین، در قطر یک دفتر است، یک دفتر هماهنگی بین ایالات متحده آمریکا که در اونجا CIA است، DIA است، سازمان استخباراتی دفاعی آمریکا، و در اونجا پاکستان حضور داره که آیسای پاکستان است، در اونجا طالبا حضور داره، نمایندهشان و نماینده قطر حضور داره. این یک بخش هماهنگی استخباراتی در قطر است که از اونجا تمام اطلاعات در مورد داعش در افغانستان جمع‌آوری میشه. و ایالات متحده آمریکا با وجودی که از نگاه تکنولوژی و تکنیکی در سطح جهان بسیار بلند حضور داره، اما منابع انسانیشان در سطح یا در منطقه طالبا است. طالبایی که برای شما میگن که در افغانستان داعش وجود نداره، عین گپ با نمو کمیته هم میگن که در افغانستان داعش وجود نداره. اما از دیگر طرف روز به روز ما تقویه یا حضور داعش یا فعالیت های داعش هم در منطقه، حالا شما دیدین در کرمان به ایران کی بود؟ کسایی بودن که از افغانستان رفته بودن، داعشی که دست افغانستان و پاکستان دوری دیده شد. بنابراین ولایت خراسان داعش از جمله سازمان‌ها یا از ولایات بسیار قوی داعش در منطقه به حساب میره. و این که ما انکار کنیم که بگوییم نه داعش در افغانستان وجود نداره، این خودش یک خیانت بسیار بزرگ به مردم افغانستان است، به خاطر از اینکه از یک طرف تو میگی که حضور نداره، از دیگر طرف مردم در سطح جهان از او ابراز نگرانی میکنه. بنابراین پیشنهاد ما همی است که سیاسین افغانستان در این منطقه، در این قسمت، باید از متحد یک صدا بالا کنن و متحدانه از منافع ملی خود دفاع بکنن، نه از منافع مقطعی سازمانی و یایی که امو از بنفع خود بگذارین، بنفع ملت. متوجه باشین که اگه ای بار بله حتما اگه فرصت شد برمیگردیم که باید چگونه جلوه گسترش داعش گرفته شود. در صحبت شما تناقض دیده میشه، شما پیشتر گفتین که داعش در افغانستان نیست، اگر باشم به نحوی یک تبلیغ است یا مثلا آمریکا به نحوی هشدار میده به رقیبای خودش، حال میگین که اگر کتمان شود و بودن داعش در افغانستان این خیانت به مردم است. من نگفتم که نیست، من در اولان براتون گفتم که بزرگ، شما گفتین که بزرگ نمایی میکنن، من گفتم که حضور داعش است در افغانستان و این که امریکا از او یا کشورهای همسایه از او ابراز نگرانی میکنه،
ما آقای سخی‌زاده به اشتراک تو گفتن نمیتونم که حضور ندارم، به خاطر اینکه ما از جمله از اون کسایی بودیم از اول از 2014 در مبارزه با داعش در افغانستان کار میکردم. درست، تشکر آقای صمدی. آقای نادم، سوالی که من از آقای صمدی پرسیدم از شما میپرسم که آیا داعش را یک چالش میپندارین برای آینده افغانستان؟ خب جنگای چلیکی اینا را کس نمی‌بینه. یک جنگ جبهه‌ای است که مثلا یک نیروی دولتی علیه یک جبهه‌ای که از جنگ میکنه، اما یکی از جنگ کارهای چلیکی، جنگای چلیکی یا همی مبارزات چلیکی اینا فرق میکنه. شما نمیتونین که علنا آدرس از او رو پیدا کنین، مگر اینکه به شکل مخفی اینا میان جای را انفجار میدن، عملات صورت میدن، طور که آقای صمدی گفت در بدخشان ولی، معاون ولی، در مزار ولی را کش، در بلخ بله، یا هستن. چنانچه یادم است که آقای کریم متین که ولی ولایت پکتیکا بود، بعد ولی غزنی شد در زمان دوری اول دکتر اشرف غنی، او اعلان کرد که از طریق رسانه که داعش از طرف شورای امنیت ملی افغانستان تطمیم میشه، پول داده میشه و کمک میشه، و یکی دو مرتبه سه دفعه اعلان کرد. بالاخره او را به کابل خواستن و مجبور ساختن که به تلویزیون طلوع بیایه و بگه که من اشتباه کردم، این گپای که زدم به زور به سرش این گپ زدن. خب اگر چیزی نمی بود و چیزک نمی گفت، حتما یک گپ خود رو زمان بود. ما پیشتر همی سوال را از آقای صمدی هم پرسیدیم، اینا گفتن که من اطلاع ندارم. خب اونا شاید هم اطلاع نیدیشون، چون مسئله استخبارات است و کارهای استخباراتی است که اومن هر گروپ توریستی رو توسط گروپ توریستی دیگه میزنن. ما شما شاهد هستیم در افغانستان که همیشه در بین خلق به وسیله پرچم به وسیله خلق، ما خود شاهد اینی هستیم که این کارها صورت بعد از او مجاهدین به وسیله طالب زدن و امی ادامه داره. مثلا طالب به وسیله داعش به خاطر از اینکه این گروپ است، این لباس است، این شکل است، یاره وسلو اینا مسئله دین را وسیله قرار میدن، دگرام مسئله دین را وسیله قرار میدن، به می شکل مبارزات از دین است، به اصطلاح استفاده است یک گروپ توریستی علی یک گروپ دیگه، و به شکل در افغانستان معمول بود، در دنیا هم همین معمول است. از واسطه در افغانستان وجود داره. ما اگر ما یک پشه که دشمن از سور فیل فکر کنیم، مبارزه آسان‌تر میشه، برش آمادگی برش گرفته میشه. اگر شما فیل به اصطلاح که دشمنتان فیل باشه، او رو پشه بگین، طبیعی که بالاخره محاسبه تان غلط است و به شکست مواجه بشه. بنان داعش در افغانستان هست، ما نمیگیم به شکل قطعات منظم است، اما به شکل چریکی وجود داره و چیزی که زیاد دارن یا پول از دلار است که میتونن عسکرگیری کنن از بین مردم فقیر افغانستان. درست. در حال حاضر آقای نادم، شما میگین که امارات اسلامی دشمن خود را پشه حساب میکنه؟ خب همی که اعلان میکنه که وجود نداره، همی این معناست. اگر نه وقتی که وجود داره، شما آمادگی بگیرین، شما کمکای دنیا را بتان سبسیز که شما مبارزه میکنین، ولی همی که میای در پیش گوشتان در کابل در این جا میای انسان ها را میکشه، عملیات میکنه، ولی تانه در داخل ولایت میزنه. تشکر. پس معلوم است که ضعیف نیست دیگه، شما باید که ایره فیل قبول کنیم، مقابلش آمادگی بگیریم. تشکر نادم صاحب. وقفه کوتاه. با ادامه برنامه باسم خوش آمدید. اوریا صاحب، باید داعش را پشه خطاب بکنه امارات اسلامی یا فیل ببینه؟ چگونه یک دشمن است؟ تا جایی که ما میفهمیم، چند روز پیشتر همی مصاحبه جناب مجاهد صاحب شنیدیم، گفتن که 100% نابود نشده، 99% نابود شده. میگه که داعش به شکل فیزیکی در افغانستان وجود نداره، و ما هم میگیم داعش به شکل فیزیکی در افغانستان وجود نداره. آقای اجازه نادم میگن که به شکل چریک وجود داره در افغانستان. اجازه بدین، به شکل فیزیکی وجود نداره، اما به شکل استخباراتی وجود داره. این حرف مجاهد صاحب میگه، ما هم میگیم، نادم صاحب هم میگه. پس این دو تفاوت داره. اجازه بدید یک موضوع را واضح تر از شما پرسان بکنم، اگر
به شکل فیزیکی وجود نداره. نادم صاحب اشاره کرد والی ولایت بلخ که رسیدن به والی گذاشتن از هفت خانه رستم از جزوه مسائل خود را داشته باشم، همچنان معاون والی تخار که مسئولیت را داعش گرفت. پس حضور فیزیکی گفتن این حضور استخباراتی است. حضور فیزیکی او را میگه که در یک جغرافیا داعش وجود داشته باشه، یعنی جبهه وجود داشته باشه، یک جغرافیا در اختیارش باشه، یعنی به شکل فیزیکی وجود نداره. اما این که میاد در یک مسجد انفجار میکنه، این شکل استخباراتیش است و شکل استخباراتی در ایران وجود داره، در فرانسه هم انفجار کرد، در روسیه هم انفجار کرد، در افغانستان هم وجود داره، اما توسط کشورهای غربی و پاکستان مدیریت و رهبری بشه. در فرانسه و روسیه چه زمان انفجار کرد؟ در طول یک سال گذشته. در روسیه یک شبکه شد با کلی دستگیر کردن و در ایران خب چندین بار عمل صورت گرفت، در اروپا هم چندین بار، هم یک دو ماه گذشته چندین شبکه شد دستگیر کردن. خب شکل استخباراتی وجود داره، اما چیزی که با جمهوریت ارتباط داره، ما بیاد داریم دو وقت حاجی صاحب قدیر، لاله صاحب و خیلی دیگرها در پارلمان اون وقت چیغ می زدن که شورای امنیت تحت رهبری آقای اطمر داعش مدیریت و رهبری میکنه. در کدام سال بود آقای اوریا؟ اون وقت کمی کسا در اون پارلمان بودن و اونا اسناد رعا کردن و حاجی قدیر رفت در اونجا برزدش جنگ کردن و خیلی بیچاره چیغ زد، خود صدایش کسی نشنید. یعنی داعش توسط شورای امنیت جمهوریت مدیریت رهبری تمویل می شد و ما کلن او وقت ما در کابل بودیم، با چشم سر خود می دیدیم یک چیزی پت و پنهان نیستن و امریکایی ها انتقال می دادن. حتی جناب کرزی گفت که توسط طیارات هلیکوپتر افراد ناشناخته به شمال کشور انتقال داده می شه. یعنی داعش جزء از نیروهای نظامی جمهوریت و امریکا در افغانستان به ضد طالبا بوده، اما در نتیجه کاملا منهدم و منقرض شدند و بعداً به هیچ شکل ممکن نیست که در افغانستان داعش به شکل فیزیکیش تبارز بکنه. همون شکل استخباراتیش چگونه باید نابود کرد؟ شکل استخباراتیش، جنگ استخباراتی یک جنگ پیچیده است، یک جنگ دشوار هست و با تمام قوت استخبارات بر ضد استخبارات می جنگه و دو ترتیب میشه نابود شوه. یک، خب ده یک شک نیست که حکومت افغانستان اراده قوی علیه داعش داره که باید او را منهدم بسازه. دوم، استخبارات باید نیرومند شوه و همکاری های امنیتی و استخباراتی با کشورهای منطقه ایجاد شوه تا اطلاعات و معلومات شریک شوه و بعدا بر بنیاد این اطلاعات و معلومات اقدامات نظامی علیه اموج شبکه های استخباراتیش که به شکل سلول ها در اینجا و آنجا وجود داره باید منهدم شوه. اما میایم داعش با هیچ شکل تهدید برای افغانستان نیست، تهدید برای روسیه نیست، تهدید برای ایران نیست، تهدید برای چین نیست، اما میشه درد سرهای را هم برای افغانستان، هم برای ایران و هم برای کشورهای منطقه ایجاد بکنه، مگر این یک پروسه موقتی خواهد بود. تشکر. صمد صاحب، بخش از صحبت های آقای اوریا مربوط به شما میشد. شما که مثلا از سال 2014 کار کردین در قسمت مبارزه با داعش، چگونه از اطلاعات خبر ندارین؟ چگونه از این همه کارها و از این همه مدیریت که در مورد داعش صورت گرفته آگاه نیستین؟ متاسفانه گپایی که آقای اوریا دادن حقیقت نداره. من کسی بودم که در این قسمت با استخبارات کشورهای استخباراتی که در افغانستان دخیل بودن صحبت ها داشتم و قاطعانه از کشور خود دفاع کردیم در جلسات و مبارزه علیه داعش قاطعانه اونجا ما یاد کردیم و ایرم آقای اوریا فقط چند دقیقه پیش گفتن که آیس های پاکستان از بخشای سرحدی از به افغانستان عسکرگیری میکردن و ایزام میکردن. در اون زمانم بزرگترین بخشی که ما برای کشورهایی که در افغانستان استخباراتشان زیر دخل بود، ما همین موضوع را یاد کردم که هیچ نوع ارتباط به
البغدادی نداره، این کلش کار آیسای پاکستان است که میخواین یک بار دیگر در بالای مردم افغانستان یک تجارت استخباراتی بکنه. درست. شما که در یک پست بسیار مهم کار کردین در زمان جمهوریت، حداقل مطالعه دارین در مورد داعش و مبارزه کردین، چی باید شوه؟ راه حل چی است؟ راه حل در این قسمت من فکر نکنم که ما بتانیم کار را بکنیم علیه داعش، به دلیل از اینکه اول ما پیشتر یک چیز خدمتتان یاد کرد میخواستم که بگویم، شما مرا نگذاشتین. میخواهیم که شما بفهمین تا زمانی که ما تمام سیاسون، این بسیار مهم است، حالا شما سوال کردین من جواب سوالتان میتونم، تا زمانی که تمام سیاسیون افغانستان برای منافع ملی خود فکر نکنن، ما علیه داعش مبارزه کردن نمیتونیم. به خاطر از اینکه عمل ببینین، تمام احزاب مخالف سیاسی افغانستان با صرف به خاطر خود کار میکنن، نه به خاطر مردم افغانستان کار میکنن. امارات طالبانی به خاطر حفظ قدرت و ماندن قدرت در افغانستان فکر میکنه، نه به خاطر منافع ملی افغانستان فکر میکنه. تا زمانی که اینا کلشان متحد در بر منافع ملی، وقتی که سوال بالای منافع ملی افغانستان میشه، متحدانه تصمیم نگیرن، به هیچ صورت ما نمیتونیم علیه داعش در منطقه مبارزه کنیم و داعش از افغانستان بدر بدونیم. دوم، افغانستان ناامن است، افغانستان از نگاه مالی فقیر است، مردم افغانستان کار در افغانستان کار وجود نداره و عسکرگیری یا سربازگیری برای داعش در افغانستان از چند نوع بسیار آسان است. اولی که مسائل مذهبی را پیش میکنن، دومی که فقر تا جایی رسیده که مردم مجبور هستند که به خاطر بقای زنده ماندن خود و اولاد خود به یک دست به یک کار بزنه و دستمزد داشته باشه تا فامیل خود تمویل بکنه. اینی دلایل شده میتونه. و سیوم، موضوعی که بسیار از همش کده خطرناکتر است، که موضوع مذهبی شویه و سنی است، که دایش شما میفهمین که علیه شویه ها قاطعانه مبارزه میکنن و همیال هم قتل قتالی که در افغانستان صورت میگیرد، هدف های اساسیشان برادرای هزاری ما هستن که در شهادت رساندن از اونا داعش هیچ نوع رحم نمیکنه و اونا را به شهادت میرسن. اینی کلش چیزایی است که در افغانستان تا که ما متحدانه کل ما عمل نکنیم، داعش از بین نمیره. تشکر سمد صاحب. نادم صاحب، دیدگاه شما و ای که چگونه باید داعش را نابود کرد؟ خب، یکی است که مثلا حرفای امریکا رو میشنیم، چنانچه آقای خلیلزاد گفت که ما با طالبا وجه مشترک بیداریم که طالبا هم علیه داعش مبارزه میکنه و ما هم علیه داعش مبارزه میکنیم. یعنی این گفت است، یعنی نشان میده که به چی شکل بتانه که با طالبا خود نزدیک کنه و بالاخره یا حضور نظامی و استخباراتی در افغانستان داشته باشه، به خاطر اهداف که خودش داره، که صرف داعش یک مسئله است، یک توطئه است که میخواد بیبانه در منطقه وجود داشته باشه. ولی زمانی که بحث بله صرف میخوایم، ولی زمانی که بحث ائتلاف جهانی را ما مطرح میکنیم، این ائتلاف در سال 2014 شکل گرفت که 87 عضو داره. آقای نادم، چگونه ای ائتلاف این گزارش خود را به اساس دروغ پایه‌گذاری میکنه و نشر میکنه؟ خب بله، شما این مسئله حقوق بشر، شما میبینید که روزانه چقدر نفر در فلسطین کشته میشه، طوال 30,000 نفر کشته شده، کلش اطفال، زنها، کجاست حقوق بشر؟ بشکر. مثلا سالهای سال در سعودی حقوق بشر نقض شده، کدام وقت شما از زبان امریکا و غربی ها شنیدید گفته باشه در سعودی حقوق بشر نقض است؟ یعنی چقدر اعدام است، متوجه هستین؟ یا مثلا در ایران روزانه چقدر اعدام میشن، کجاست حقوق بشر؟ در روسیه همی رقم، در چین همی رقم. اینا صرف فقط وسیله یا حربه است. همین مسئله داعش هم یک وسیله است که اینا جمع میشن. یا دموکراسی، مثلا در افغانستان شما در 20 سال دیدین که اینا چطور عملی کردن دموکراسی را، چیکار کردن بالاخره در آخر. ولی اگر کوتاه اشاره بکنیم، بله باشه، نریم چون فرصت بسیار اندک است. نادم صاحب، باید امارات اسلامی داعش را جدی بگیره یا نه میپذیرین صحبت های قایس صمدی را؟ اونا گفتن که باید اتحاد شد و مردم به خاطر مبارزه با داعش، چون بحث مذاهب است و داعش هم از این مسئله به عنوان ابزار استفاده میکنه.
ما به خدمت بارز برسانم که امی طالب ها ادعا میکنن که در کامیابی ما مردم نقش داشتن، مردم ما را جای دادن. حتی مجاهدین هم میگفتن در وقت مبارزه اتحاد شوروی مردم. آله هم اگر فاصله بین مردم ایجاد شه و طالب ها دل مردم را به دست نهارن، به خواسته های مردم تبکی نکنن، اینمی مردم است که داعش در بین خود جای میدن، بالاخره یک دردسر برای مردم افغانستان بشن. یعنی از دو نگاه هم مبارزه باید صورت بگیره و هم با مردم نزدیک شه، خواسته های مردم به طالب در نظر بگیره. تشکر از حضور مهمانان خلیل احمد نادم، آقای فضل رحمان اوریا و آقای عبدالصمد صمدی. سپاسگزار هستم که به برنامه وقت گذاشتید و تشکر از شما که بیننده برنامه تحول بودید. تحول در همین جا به پایان میرسد. خداوند نگهدارتان.